با عرض سلام به تمام شما مخاطبین عزیز، روز خجسته مادر به تمام مادرهای عزیز گرامی باد، مخصوصاً برای مادرهای زحمتکش و رنجیده ایمان. مادر فرد نیست که به او تکیه کنیم، بلکه کسی هست که ما را از تکیه کردن به دیگران به نیاز می سازد. پسر کوچک از مادرش پرسید: چرا گریه می کنیم؟ مادرش گفت: چون من مادر هستم. پسر گفت: من نفهمیدم. مادر گفت: تو هیچگاه رازش را نخواهی فهمید. بعدن پسر کوچک از پدرش پرسید که چرا مادر بی دلیل گریه می کند؟ پدرش تنها توانست به او بگوید: تمام زنها یا مادرها برای این چیز گریه می کنند. پسر کوچک بزرگ شد و به یک مرد تبدیل شد، ولی انوز نمی دانست که چرا مادرها بی دلیل گریه می کنند. بالاخره سوالش را برای خدا مطرح کرد و مطمئن بود که خدا جواب را می داند. او از خدایش پرسید: خدایا، چرا مادرها به آسانی گریه می کنند؟ خدا گفت: زمانی که زن را خلق کردم میخواستم او موجودی به خصوص باشد، بنابراین شانه های او را آنقدر قوی آفریدم تا باری تمام دنیا را به دوش بکشد و همچنین آنقدر نرم که به بقیه آرامش بدهد. به او توانایی دادم که در جایی که اما از جلو رفتن ناامید شدهند او تسلیم نشود و همچنان پیش برود. به او توانایی دادم تا از خانوادهش نگهداری و مراقبت کند، حتی زمانی که مریض یا پیر شده است، بدون اینکه شکایتی بکند. به او عشق دادم که در هر شرایطی بچه هایش را عاشقانه دوست داشته باشد، حتی اگر آنها به او آسیب برسانند. و در اخیر به او اشکایی دادم که بریزد. این اشکا فقط مال هست و تنها برای استفاده اوست در هر زمانی که به آنها نیاز داشته باشد و این یگانه رای است که وی می تواند دلش را آرام و خیالش را راحت کند. او به هیچ دلیل نیاز ندارد تا توضیح دهد چرا عشق می ریزد. بعدن پسرک این را فهمید که زیبایی یک مادر در لباسهایش که می پوشد نیست، در ظاهر او نیست و در شیوه آرایش موهایش نیست، بلکه زیبایی یک مادر در چشمایش نهفته است. زیرا چشمای او دریچه روی هست و قلب او جایی است که عشق او به اولادهایش در آن قرار دارد. در این رابطه یک داستان کوتاه به مناسبت روز خجسته مادر برای شما عزیزان دارم. جوان در سن 18 سالگی برای مادرش میگوید: مادر جان، وقتی که 20 ساله شدم برایم چی تحفه میدهی؟ مادر میگوید: پسرم، تا انوز به 20 سالگی تو وقت زیادی مانده است. یک سال دیگر هم سپری شد. پسر 19 ساله شد که ناگهان مریض شد و مادرش او را به شفاخانه برد. دکتر برایش میگوید: پسر تو مرض قلبی دارد که امکان خوب شدنش وجود ندارد. مادر خیلی غمگین شده میرود تا پسرش را ببیند. پسر میگوید: مادر، دکتر برایت چی گفت؟ من میمیرم. مادرش در حال گریان از اتاق پسرش بیرون شده رفت. در اخیر سال که سن پسر به 20 سالگی رسیده بود، از شفاخانه مرخص شد که مریضیش شفا یافته بود. به سوی خانه اش روان شد. وقتی که رسید دید که روی فرش خانه یک نامه افتیده که از طرف مادرش نوشته شده بود، اما خود مادر دیگر نبود. در آن نوشته شده بود: ای فرزندم، این امان روزی است که برایم گفته بودی که در سن 20 سالگی برایم چی تحفه می‌دهی. چون قلب تو از کار افتیده بود، خواستم قلب خود را به عنوان تحفه برایت تقدیم کنم. از آن خوب مواظبت کن. زنده باد مادران عزیز و گرامی.